حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای هاشمیان، سفر مقامات نظامی ایران به عربستان سعودی چندان معمول نیست. به نظر شما این یک گام اولیه برای گسترش روابط نظامی بین دو کشور هست؟ نه، این به عنوان گامی برای گسترش روابط نظامی به حساب نمیاد، چون که مشکلات نظامی بین دو طرف خیلی زیاده و شاید بشه گفت که اگر بتونن این مشکلات رو حل کنن و موقع به فاز بهبود روابط دفاعی و نظامی و غیره بپردازن. در این نمایشگاهی که تشکیل شده بود در ریاض و بسیار نمایشگاه مهمی هم هست و صاحب این نمایشگاه خالد بن سلمان وزیر دفاع و رئیس صنایع نظامی سعودی هستش، حدود 773 شرکت و مؤسسه از 85 کشور شرکت کردند و بنابراین هیئت ایرانی یکی از این هیئت‌های 85 کشوری است. اونهایی که هم باشون دیدار کردن، یعنی آقای فیاض رویلی رئیس ستاد ارتش سعودی، این جزء هیئت استقبال هستش که علاوه بر هیئت جمهوری اسلامی از 20 هیئت دیگه هم استقبال کرده. ولی به هر حال معلوم نیست که چه صحبت‌های رد و بدل شده، ولی صحبت‌ها اونطور که ایران و جمهوری اسلامی وانمود می‌کنه که پیمان‌های مشترک دفاعی هست، ترتیبات امنیتی مشترک وجود داره، چنین چیزی وجود نداره. اگر صحبتی هم شده احتمالاً بر سر مشکلاتی است که بایستی چگونه اونها را حل کنن، بخصوص در مورد حوثی‌ها که اخیراً در واقع در دو دفعه به دولت قانونی یمن حمله کردند، در استان معرب و در استان شبوا، و بنابراین سعودی‌ها ممکنه بخوان که جمهوری اسلامی جلوی این حوثی‌ها رو بگیره. خب آقای هاشمیان، به نظر شما این نوع سفرها میتونه به نوعی نشانگر کنترل و مدیریت تنش‌های گذشته بین ایران و عربستان سعودی باشه؟ بله، میتونه اگر جمهوری اسلامی واکنش مثبت نشون بده و یک رویکرد مثبتی داشته باشه، کشورهای منطقه دشمنی با ایران و مردم ایران ندارن و آماده همکاری هستن، و الان کشورهای دنیا دارن با این کشورهای منطقه که کشورهای ثروتمندی هم هستن، و میتونن اگر ایران با اونها دروازه های مثبتی رو باز کنه، بر اقتصاد داغون ایران به شکل مثبت اثر گذارن، میتونن تأثیر خیلی بسزایی دارن. منتها جمهوری اسلامی رهیافتهای نظامی، شبه نظامی و دردسرساز رو پیشه گرفته، بیش از 4 دهه این کار رو کرده و الان خیلی مشکله جمهوری اسلامی بتونه از این عادت قدیم خودش دست برداره، به یه دفعه بره دنبال پروژه های مشترک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره بره. بسیار متشکرم از شما حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب که از واشنگتن با ما همراه بودید.